بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم تا برنامه دیگری از مجموعه یک کتاب رو حضورتون تقدیم کنیم. این برنامه اختصاص به معرفی و گفتگو پیرامون کتاب 12 قرن سکوت داره که در حقیقت و چنانچه نویسنده کتاب جناب آقای ناصر پورپیرار اشاره کرده اند، تأملی در بنیان تاریخ ایران به حساب آمده و عمدتاً به بررسی پیرامون جایگاه هخامنشیان در تاریخ کهن و ملی ایران پرداخته است. این کتاب علاوه بر اینکه شامل بخش‌های ابتدایی مانند مقدمه مؤلف، مدخل و پیشگفتار است، در سه بخش اصلی به نام‌های در جستجوی سرزمین، در جستجوی هویت و چاره اندیشی یهود تنظیم یافته است. از شما دعوت میکنیم در گفتگویی که با نویسنده محترم کتاب تحقیق دادیم همراه ما باشید. اینک که بر تاریخ و بر جهان آشکار می شود که مردم ایران علی رغم موانع ادواری به راه مستقل و مترقی خود می روند و معلوم می شود که جز با اتحاد رسمی، آزاد و ملی، آرامش و آینده‌ای در کار نخواهد بود، این قلم خود را موظف می داند آنچه را که سالیانی است در باره بنیان تاریخ ایران در ذهن دارد بر کاغذ آورد. این بررسی تاریخ ایران را تاریخ پارس و پارسیان نمی داند و می کوشد حیات دیرینه اقوام گوناگون ساکن این نجد را اساس و آغاز هویت ملی ایران قرار دهد و از این راه دین خود را به انبار کردن زمینه وحدت ملی ادا کند. در خدمت جناب آقای ناصر پورپیرار، نویسنده ارجمند کتاب 12 قرن سکوت هستیم که بخشی رو که من قرائت کردم فرازی از مقدمه کتاب نوشته ایشون هست. جناب آقای پورپیرار، ضمن تقدیر و تشکر از شما بابت حضورتون در برنامه، من اجازه میخوام سوال اول خودم رو از نگاه مخاطبین کتاب شما بیان کنم و اون هم این هست که عموماً از نگاه مخاطبینی که کتابهای تاریخی رو مطالعه میکنن، مخصوصا در خصوص تاریخ کهن و ملی ایران، این کتاب شما یک کتاب متفاوت و جسورانه تلقی میشه. شاید به خاطر برانگیختگی باشه که در منتقدین کتاب شما ایجاد کرده. من ابتدا خواهش میکنم در خصوص همین مقوله که شما بیشتر از روایت تاریخ قضاوت کردید و رأی دادید در مورد تاریخ، مطالبی رو بیان بفرمایید. با سلام شما و همکاراتون و مخاطبین و بینندگان عزیز، مظنون که یه مقدمه نسبتا مفصل درباره برآوردن یه همچی کتابی من بیان کنم. اصولا ابهامات در تاریخ ایران بی اندازه فراوانه. کوشش شده که اسنادی رو که درباره تاریخ ایران تدوین شده تا حالا طوری تنظیم کنند که به مردم ما چنین القا بشه که تاریخ ایران از هخامنشیان آغاز میشه. بسیاری از اسناد و مدارک و یافته های باستانشناسی خلاف این تلقین عمل میکنه و خلاف این تلقین ما رو راهنمایی میکنه. ما میدونیم که ایران یه سرزمین کهنه. ما میدونیم که یافته هایی که اینک به دست داریم و حتی نمیدونیم اگر این جستجوها وسعت بگیره و ادامه داشته باشه چه چیزهای دیگه‌ای به دست میاریم، با همین یافته‌های اندک امروز ما به این نتیجه قطعی میتونیم برسیم که تاریخ ایران از 7000 سال پیش وارد مرحله تمدنی میشه. یعنی ما در 7000 سال پیش در حوالی کاشان و در سیالک کوره‌های ذوب فلز داریم و ایرانیان نخستین ملتی هستند در تاریخ که یک قالب را در یک ماسه میریزن، یک فلزی را آب میکنن و در اون قالب خالی میکنن و از توی اون ماسه مثلا یه دهنه اسب بیرون میارن.
این یک فلزکاری به مفهوم امروز اصلا و از بعضی جهات تکنیکی حتی امروز همون فلزکاری و فلزریزی سواله که چه جور این کار اون زمان میسر شده. چطور ممکنه ملتی که 7000 سال پیش فلزریزی و قالب سازی داشته تمدنش از 2500 سال پیش آغاز میشه؟ پس اینجا یه ابهام وجود داره. ابهام دومی که مورخ وادار میکنه که وارد جزئیات و دیتیل تاریخ بشه اینه که ما میبینیم که هیچ اطلاع ملی راجع به هخامنشیان در اسناد ملی ما وجود نداره. مثلا معتبرترین و مفصلترین کتابی که ظاهرا درباره تاریخ پیش از اسلام ایران صحبت کرده شاهنامه فردوسی است. فردوسی مطلقاً چیزی به نام هخامنشیان یا کسی رو به نام کوروش و داریوش و خشایار و غیره نمیشناسه و ما در اسناد معتبر ملی خودمون مثلا فارسنامه ابن بلخی یا فارسنامه ناصری یا کسایی که در دوران اخیر درباره تاریخ ایران مطلب نوشتن گفتگوی از هخامنشیان یا از کوروش و داریوش پیدا نمیکنه. من یه مثال میزنم براتون که به نظرم این مثال به اندازه کافی گویاست. ما در تاریخ معاصر یک روشنفکر داریم که هنوز جایگزین براش پیدا نشده. ایشون میرزا حسن خان اعتمادالسلطنه و وقایع نویس دربار ناصرالدین شاه هستند. من اعتراف میکنم که مشرق زمین چنین متفکر و خردمند و نویسنده و روشنفکری رو کمتر به خودش دیده در دوران او. علمان خود او که یک مورخه 42 تا کتاب داره و غالبا این کتاب ها در حوزه تاریخ ایران نوشته شده، یک باستانشناسه و یک عتیق شناسه و کلکسیون سکه هاش در تاریخ نظیر نداشته آنچنان که وصفشو میکنن، 7 زبان میدونه، 7 زبان کهنه میدونه، یعنی عبری میدونه، عربی میدونه، لاتین میدونه، روسی میدونه، هندی میدونه و غیره، اونجور که خودش میگه. این یک کتاب نوشته در قریب 120 سال پیش که نخستین کتاب درباره اشکانیان به حساب میاد به نام درال تیجان فی تاریخ بنی اشکان. این آدم با این دانایی ها، با این توانایی ها، با این مطالعاتش کسی و چیزی به نام اشکانی، به نام هخامنشیان نمیشناسه و کسی و شخصی به نام کوروش و داریوش نمیشناسه و وقتی میخواد وارد تاریخ اشکانیان بشه فقط در یک صفحه مینویسه که اسکندر آمد و دارای کوچک را کشت و وارد تاریخ اشکانیان. آی دکتر، آی پورپیرار، میرسیم به این نکته که در حقیقت در خصوص بنیانهای حضور هخامنشیان در ایران بحث میکنیم. اون نکته‌ای که توی سوال من بود در حقیقت همون قضیه تفاوت این کتاب در عرصه کتب تاریخ نگاری هست که اونو به نحوی متمایز کرده. حالا من سوال خودم رو به این شکل در حقیقت تغییر میدم، اونم اینه که روی کردی که منتقدین به کتاب شما داشتن از سطوح مختلفی برخوردار بوده. بخشی از اونها که در حقیقت این انتقاد و رسانه‌ای هم کردن از این فراتر نرفتن که مثلا این ایرادو به شما بگیرن که چرا بهترین و مثلا سرهم نوشتید یا منفق نوشتید و اینجور موارد که تو رسانه ها هم بازتاب داشت. اما اشکال عمده ای که بعضی از اونها نسبت به کتاب شما میگیرن اون اینه که میگن که آقای پورپیرار نقد تاریخ، نقد تاریخ نگاری و اصلا نقد تاریخ نگاران رو، این سه مقوله رو همه رو با هم جمع کرده و شاید البته روی کرده اونها ناشی از این باشه که شما در کتاب فرازهای متفاوتی دارید که در حقیقت کار اونها رو مورد خدشه جدی قرار دادید. من یک بخشی از اون رو میخونم. عقیده دارم آنچه را دیگران درباره تاریخ ما نوشتند جز برخی تحقیقات دو سه دهه اخیر زیلیست بر یک دیگر که مبنای نادرست آریا باوری و مبدأ انگاری هخامنشیان را تبلیغ میکنند. مورخین خودی نیست که پرشمار نیستند کنکاشی در بنیان تاریخ ایران نداشتند و برخی از آنان حتی قلم را به گونه‌ای گرداندند که خوراک سفره پرهیاهویی باشد که تخت جمشید را مرکز جهان فرض می‌کرده است. و در بخش دیگری باز اشاره کردید که
سلطنت پرستان، ناسیونالیست های حماسه دوست و مورخین نانخور امپراتوری کوروش این کتاب را لعنت خواهند کرد. مؤلف که هراسی از کوتاه شدن نان و هستی خود ندارد، باورهای دیگر را به تأملی شایسته می‌خواند که قوغا و هیاهو حاصل و بری برای هیچ کس به بار نمی‌آورد. شاید به هر حال این انتقادهایی که از کتاب شما میشه بخشیش هم به این پاراگراف ها و متونی باشه که شما اونها رو مورد، یعنی کار اونها رو مورد خدشه جدی قرار دادید. مسلم همینطوره. کاش این مطالبی که شما میفرمایید ما به شکل مکتوب جایی میخوندیم که بتونیم به شکل مکتوب بهش پاسخ بدیم. تنها گفتگویی که به صورت نقد درباره این کتاب نوشته شده همون یادداشتی است که آقای حسوری نوشتن که منم پاسخشو فرستادم. متاسفانه ایشون گرچه استاد نام‌آوری هستن ولی من نمیدونم چرا نخواستن وارد بنیان کتاب بشن. اراده‌ای که از کتاب گرفتن بسیار کلی و در همون حدی است که شما فرمودین، یعنی به رسم الخط فارسی کتاب ایراد گرفتن. این البته شاید از بی‌حوصلگی ایشون بوده، شاید هم کتاب من چندان قابل اعتنا نبوده که ایشون جواب بده. ولی بذارید من یک چیزی برای اتمام موضوع به شما عرض کرده باشم. مجموعه اسنادی که در جهان به تمام زبانها راجع به هخامنشیان وجود داره یه اسناد شناخته شده معینه. همه میدونیم که درباره هخامنشیان چه اسنادی تا کنون منتشر شد. بدونی که من بخوام ادعای گزاف بکنم باید به شما عرض کنم که من از محتوای تمام این اسناد باخبرم. تمام این اسناد به شما هم اطمینان میدم که در اون اسناد پاسخ این کتاب من وجود نداره. این علت اصلی سکوت درباره این کتاب. آقای پورفیرار، من فکر میکنم که به مسائل مطرح شده در کتاب بپردازیم و در انتها در خصوص این موارد هم یک اشاره خواهیم داشت. در بخش مدخل کتاب شما در حقیقت ذکر اسناد تاریخی اشاره میکنید که برخی از مورخین یا اکثر آنها بر اساس تصور خود تاریخ رو آرایش دادن، یعنی در روایت تاریخ و اساس اسنادی که در حقیقت حالا نام بردید که کتیبه هایی هستن که برای خیلی از اونها هم بی اعتباری قائل شدید، یا گشتن و جستجوی یک جسد مومیایی شده اشاره داشتید که این بیانگر تاریخ نیست و مورخین بر اساس تصوری که در حقیقت و اون چیزی که در خیالشون از تاریخ سیر می شده اومدن تاریخ نوشتن. تو همین حساب بحث تواریخ مصنوعی رو مطرح فرمودید که اشاره داشتید که بیشک جستجوی چیستی تاریخ در اشیاء تاریخی گمراهی است. ادامه دادید که پس باید تاریخ پیش از اسناد، اجزا و قطعات آن ساخته شده باشد. تاریخ یک پازل پراکنده نیست تا با جستجوی اجزای آن بازسازی شود. راه چاره این کارم خود شما گفتید که به نظر من بهترین راه توضیح تاریخ خروج از آن است. آیا واقعا شما در نگارش این کتاب از تاریخ خودتون خروج کردید؟ از شبه که این بحث خیلی بحث هم کشداره که من سعی کردم به عنوان یک مدخل فشرده در این کتاب جمع آوری کنم. به شما اطمینان میدم که اون مطالبی که در این کتاب به عنوان پیشگفتار و مدخل اومده به تمامی جدیده، یعنی در بحث از تاریخ در سطح جهان جدیده. من حالا بعدا مجبورم که اینجای پرانتز، یعنی همینجای پرانتز با میکنم که خیلی عجیبه که این مدخلایی که این همه ادعا میکنه که مسائل قدیم به بیراه رفتن، چرا اینجور از طرف روشنفکرهای ما و صاحب نظرهای ما با خاموشی دور. ما میتونیم این مدخلها رو به عنوان یه نظریه شرقی، یه نظریه ایرانی علم کنیم و بگیم در برابر اون چیزهایی که تا کنون نوشتید، تا اون در برابر اون چیزهایی که تا کنون گفتیم، ما خودمون به یه نظریه تازه رسیدیم. زیرا تاریخ ایران از یک تحلیل ملی بر نیامده. تاریخ ایران رو برای ما نوشتن، فرستادن اینجا، ما خوندیم، از بحر کردیم و پذیرفتیم. مطلقاً بومی نیست. یعنی اون چی که ما درباره تاریخ خودمون می‌دونیم، یا روسا نوشتن برامون، یا فرانسوی‌ها، یا آلمان‌ها، یا انگلیس‌ها، اواخرم آمریکایی‌ها. دقت می‌فرمایید؟ ما خودمون یک کلام راجع به تاریخ خودمون حرفی برای زدن نداشتیم تا به حال.
ما فقط این مطالب رو از بر کردیم و دانشجوامون تکرار میکنیم و به هم دیگه تحلیل میکنیم. این نخستین تحلیل ملی درباره تاریخ خودمونه. اگر قرار باشه کسی در برابر این کتاب بیسته، نه آقایون اساتید ما در دانشگاه های ما، بل نویسندگان تاریخ ایران چه مطالبشون رو در روسیه، در آلمان، در فرانسه نوشتن و ما امروز اونها رو به عنوان تاریخ ملی خودمون، اونها باید به کتاب من پاسخ بدن. اینکه این آقایون به جای اونها مدعی نظریات اونها شدن چیز مضحکیه. باید دیگرانی که تا به حال تاریخ ایران تدوین کردن بیان بگن که آیا تاریخی که ما خودمون تدوین کردیم برای خودمون تا چه اندازه میتونه درست باشه و حرفایی که اونا زدن تا چه اندازه باشه. اگر معلوم شد که ما بهتر و درست تر دیدیم قضیه را، آنگاه باید با پاسخ بدن که پس چرا اون دروغ ها و یاوه ها و جعلیات را به نام تاریخ برای ما تدوین کردن. آقای کوفیرار، تو همین بخش مفصل کتاب شما از تأثیرات جغرافیا بر تاریخ و نگاهی که به هر حال حکمران هم داشتن به گسترش سرزمینی حکومت خودشون اشاره کردید و به چهار نوع در این زمینه تقسیم بندی قائل شدید. یکی جغرافیای غلبه ناپذیر، جغرافیای موزون، جغرافیای ناموزون و جغرافیای رکود. بحث ما اون بخش سومه که در حقیقت شما جغرافیای ناموزون یا جغرافیای متنازع رو مطرح کردید و اونجا رأی دادید که در حقیقت ظهور هخامنشیان در ایران منشأ تولد دسپوتیسم در ایران بوده. در جهان؟ در ایران و جهان. بله، در این خصوص به هر حال اگر اشاره‌ای دارید برای توضیح بفرمایید. اشاره که در مورد تأثیر جغرافیا بر تاریخ به طور پراکنده به اصطلاح مدخل‌ها و مقوله‌های گفته شده. هگل در عقل در تاریخ به اشاره کوتاهی کرده درباره این که نقاطی که از نظر اقلیمی نقاط غیر قابل بهره برداریان، اونا نقاط خارج از تاریخ هست. دست سلام و دیگه چیزی. ابن خلدون هم به نوعی در این باره گفتگو کرده. بعضی از مورخین اروپایی هم مسائل رو به شکل محدود دنبال کرده. فکر میکنم که کتاب نخستین کتابی است که این تقسیم بندی مشخص رو کرده و مدعی است که هر جغرافیای یکسانی در جهان یک تاریخ یکسان به وجود میاره. یعنی فرق نمیکنه شما وقتی در جغرافیای وفور قرار میگیرید، این جغرافیای وفور چه در اروپا باشه، چه در چین باشه، یا ژاپن، یا در هندوستان، یا در آمریکای جنوبی، یک سیستم مدیریت تاریخی از خودش بروز بده. یا در جغرافیای واحه ها یا جغرافیای رکود، چه این واحه در شمال آفریقا باشه، چه در عربستان باشه، چه در آسیای میانه، یک سیستم مدیریت از خودش بیرون میده. همچنین که همه ما میدونیم مدیریتی که در شمال آفریقا هست برای اداره سرزمینی که توش جغرافیا به شکل واحه‌ای وجود داره، یعنی وفور واحه‌ای وجود داره، دقیقاً با جغرافیا با مدیریتی که در همون جغرافیا در عربستان هست و همون جغرافیا در آسیای میانه هست تطبیق میکنه. همش بر یک اصول معین استواره که من در کتاب سعی کردم که پس این یک کشف تازه است. مضافه این که من این قضیه رو با یک به اصطلاح گرافیک جغرافیایی تازه همراه کردم. یعنی اونجا در کتاب ما یه نوار تمدن ترسیم کردیم و مدعی شدیم که از 10 درجه عرض شمالی تا 35 درجه عرض شمالی یک اتوبانی وجود داره در سراسر کره زمین، یعنی از شرقی ترین نقطه تا غربی ترین نقطه، که همه تمدن‌های شناخته شده یه جهان در این اتوبان وجود دارن، نه بالاترش نه پایینترش. یه مورخ نمیتونه از این نشانه ها به سهولت بگذره و بگه چرا همه اینجا متمرکزی. پس جغرافیاست که انسان را جلب یا دفع میکنه. اگر جغرافیای شما مناسب باشه، شما به اون نقطه هجوم میبرید و اونجا رو تبدیل میکنید به یه پایگاه رشد و تمدن. اگر شما به این یا اون دلیل به یک جغرافیای نامناسب رانده بشید، باید اونجا یک مدیریت ویژه دیگری را سازمان بدید که امکان بهره برداری های جغرافیای نامناسب را داشته باشه. خب همین مطلب که انسان در یک نوار مشخص مجتمع شده که اتفاقا این نوار مشخص، یعنی شما با
تمدن ژاپن، تمدن چین، تمدن هند، تمدن ایران، تمدن مصر، تمدن بین النهرین، تمدن عرشب یونان، تمدن شبه جزیره ایبری و حتی از اقیانوس که رد میشید تمدن مایاها را هم در این نوار پیدا میکنید. هیچ کس از این نوار بیرونتر از این نوار در تو مثل تمدن بسازه. خب آیا این سوال سوال ساده ایست؟ آیا پیش از من کسی در جهان، در کل جهان به این اتوبان تمدن یا به این نوار تمدن اشاره ای داشته؟ و آیا این که ما میگیم خود توجه به این که تمام تمدن‌ها در یک مسیر معین به دنبال هم ردیف شدن و ازش نتیجه میگیره که اگر انسان تمدن را در یک جغرافیای معین تنظیم کرده، پس مسئله مهاجرت یعنی به عنوان حاملین تمدن از بیرون این نوار به داخل این نوار پوچ و بی ارزش و حتی خنده‌دار و مضحکه، اون وقت تمام اون افسانه های مربوط به آریایها که گویا از کنار قطب شمال حرکت کردن و برای ایرانی ها تمدن آوردن، سرزمینی که اصلا نمیتونن محدودش هم تعیین بکنن، هیچ کس نتونسته، وقت اینا معلوم میشه که همش افسانه. آقای پورپیرار، شما به دقیقاً تو کتاب اشاره میکنید به اینکه پهنه و گستردگی تمدن کهن در شرق میانه بسیار فراتر از ظهور هخامنشیان بوده که اصلا بخوایم به اونا نسبت بدیم، و حتی در این زمینه مستنداتی رو از قوانین مدنی مبسوط در اون دوران، در اون دوران تمدن ایرانی بیان کردید در کتاب، و در جایی از گفتار گفتید که این کتاب میخواهد بگوید که آستانه حضور هخامنشیان در شرق میانه با پایان حیات ملی فرهنگی کامل و یا موقت این اقوام از جمله اقوام و تمدن‌های ایرانی کهن برابر بوده است. در بخش اول کتاب که در حقیقت جستجوی سرزمینی هست، شما دقیقا اشاره کردید به اینکه این هخامنشیان قومی مهاجر در حقیقت و مهاجم بودند که برای بقای خودشون نیاز به یک محدوده سرزمینی داشتن تا هویت خودشون رو پایدار کنن. در خصوص این فرایند مهاجرت و حالا به هر حال اون مواردی که اتفاق افتاد در این جانشینی قوم کهنی و برآمدن قومی مثل هخامنشیان توضیحاتی بفرمایید. اشاره تا اونجایی که به ایران مربوط میشه، در اون بخش در جستجوی سرزمین ما میخواییم اثبات بکنیم که اینجا هیچ اقلیم جغرافیایی یا هیچ هویت بومی نداریم که در اختیار هخامنشیان یا پارسی ها قرار بود. یعنی در 2500 سال پیش سراسر این سرزمین صاحب داره و جز در کبیرها شما نقاط خالی ندارید که کسی بیاد اونجا ادعا بکنه که اینجا مال منه. شما از اون گوشه با اورارتوها روبرو هستید در شمال غربی، بعد به ترتیب با املشی ها، ماردین ها، مارلیک ها، هیرکانی ها، ارشبت خدمتون به ترتیب از خراسانی ها یعنی پارتی ها و توسی ها میگذارید، بعد به زابل میرسید، بعد به سیستانی ها میرسید، بعد میرسید به روخجی ها، بعد میرید سراغ کرمانی ها و مکرانی ها، بعد میرید به انشان میرسید، بعد میرید به شوش میرسید، بعد میرید به خوزستان میرسید و ایلام و ماد. پس میرید دور تا دور این سرزمین جای خالی نداره، همش به وسیله اقوام شناخته شده ای که هنوز هم با همین اسامی و در همین نقاط ساکنن، با این اقوام اونجا را اشغال کردن و جای خالی وجود داره. زیر دریای خزر هم که میای با کاسپیان ها روبرو هستی، با ریا روبرو هستی و با سیالکی ها روبرو هستی و با لور ها روبرو هستی و با الپی ها. پس ببخشید این هخامنشیان کوشن؟ کجا ساکن میدن؟ ما تا پیش از داریوش اصلا نمیدید کسی کلمه پارس رو در این سرزمین به کار نبوده که ما بدونیم پارس کجا بوده. پس از طریق دنبال کردن سرزمین و جغرافیا ابتدا به این نکته پرداختیم که در این سرزمین جای خالی وجود نداره که ما در 2500 سال پیش ببخشیم به قومی به نام هخامنشی. بعد وارد دیتیل همین موضوع شدیم و گفتیم که هر قومی، هر قبیله، حتی میان جنگل‌های آفریقا، شما تا وقتی که با جنگل روبرو هستی که نمیتونید بگید تمدن،
یک نقطه ای رو میبینید که درخت نیست، یه اجاق هست، یه نیزه، یه سپر، یه بقایا، یه کلبه هست، با به اصطلاح برداشت از این نشانه های مادی میگید اینجا تمدن، تجمع در حد خودش بوده. اونها رو مطالعه میکنید، میگید اینا اینجوری غذا میخوردن، اینجوری شکار میکردن، از این رنگ، بعد خصوصیاتشون رو در میارید، درد میکنید. در سراسر جهان همینجوریه. شما هر جور میخواید از یک تمدن گفتگو بکنید، باید نشانه های مادیشو نشون بدید. ما میتونیم نشانه های مادی تمام ملت هایی که اسم بردید در ایران نشون بدیم، ارائه بدیم. بگیم این کار سیال که، این کار اورارتور، این کار حتی سیستانیه، این نوع معماریشه، اون آبیاریشه، این نیزشه، این کاسشه و غیره. شما تا پیش از حضور کوروش در بابل یک دکمه، یک کاسه آبخوری، یه سرنیزه، یک مقبره خرابه نداره که بگید این متعلق است به هخامنشیان پیش از امپراتور شدن. پس شما نه جغرافیا میتونید به اونا ببخشید، نه آثار مادی تمدن. پس سوال مورخ اینه که از هیچ چجوری یک امپراتوری بر اومده، از هیچ چجوری یه سرداری تونسته به بابل حمله کنه که میدونید مرکز اقتدار جهان کهنه. پس مورخ رو این حرفا و این داستان رو گول نمیزد. مورخ به دنبال اینه که ببینه حقیقت در شرق میانه چه بوده و چرا شرق میانه که مادر تمدن بشری است. من وقتی از شرق میانه صحبت میکنم از بین النهرین و ایران صحبت میکنم. آن چه که امروز بشر میداند در هر زمینه ای از بین النهرین و از شرق میانه و از ایران برخاست. بشر اطلاعی در هیچ زمینه ای نداره که کلیدش در شرق میانه زده نشده. ما به 4000 سال پیش در اینجا الواحی داریم که برش قوانینی، موادی از قانون حک شده مال حمورابی، که خود این قانون ها حکایت میکنه از یک انضباط بسیار محکم انسانی در یک سرزمینی که از یک تمدن بسیار پیشرفته برخوردار بوده. وقتی یه جامعه به قانون محتاج میشه، پس اون جامعه باید داره که روابطی پیچیده باشه. 4000 سال پیش این روابطی پیچیده را در حد رسیدگی به تصادف وسایل نقلیه ما در بین النهرین داریم. چرا این بین النهرین و این شرق میانه باید امروز این روز افتاده باشه؟ ما دنبال اینیم که مبنای عقب افتادگی شرق میانه رو به ایرانی هست و به طور کلی به جهان معرفی کنیم. اینک میخواییم بگیم که این مبنا از هخامنشیان آغاز میشه. در ادامه گفتگو با تصویر روشنتری به شما میدیم. آقای پورپیرار، نکته دیگه ای که شما در کتاب مطرح کردید فقدان اسناد محکمه پسند در حقیقت در نزد مورخان در خصوص اینه که ملیت هخامنشیان هم ملیت ایرانی بوده است و اشاره کردید، مثلا فرمودید که قوم، اشاره کردید به هخامنشیان به عنوان قوم بنبستی که یافتن سرزمینی برای آنان نیاز به جستجو در جغرافیای پهناور و سرکشی در اسناد ملل دیگر دارد و حتی به منابعی مثل تواریخ هرودوت اشاره کردید که در اونجا هم در حقیقت موردی در خصوص تثبیت هخامنشیان در گستره جغرافیای ایران پیدا نمیشه و حتی اشاره کردید که بین کوروش و داریوش هم هیچ ارتباطی در این منابع تاریخی وجود نداره. من بازشکافی این موضوع رو از شما در این بخش از خواهش میکنم. اون کتاب متاسفانه با اینکه کتاب کوچک کم حجمه ولی چنان به شکل فشرده مداخل متعددی رو به هم پیوند داده که گفتگوی باز ازش واقعا به یک نیاز داره، به یه نشست ملی و فرهنگی. ولی با این همه من مجبورم در همین فرصتی کم تا اونجا که میتونم از عهده برام. با اونی که ما وقتی برای هخامنشیان سرزمینی نمیابیم بعد بریم به سراغ هویتشون، میخوام ببینید که اینها اصلا کی هستن. یک سلسله ادعا وجود داره که این ادعا متکیست و ابتداعاً و به طور اصولی بر دو تا سند اصلی همزمان، یعنی گل نوشته کوروش در بابل و سنگ نوشته داریوش در کتیبه بیستون.
کوروش و داریوش اونجا برای خودشون یک شجره نامه تعیین کردن. یک شجره نامه در برخورد با هم کاملا متضاد دارن، اصلا به موازات هم قابل بررسی نیست. اون داریوش 9 تا سلطان را پیش از خودش میشموره، کوروش فقط 3 تا پیش از خودش میشموره. اینها نه از نظر اسم نه از نظر زمان هم با هم تداخل میکنن هم از هم دور میشن. من در کتاب به اندازه کافی درباره عدم تجانس هویتی که داریوش و کوروش مدعیان در این سرزمین داشتن گفتگو کردم و اینجا میتونم فقط به طور خلاصه تکرار بکنم که هویتی رو که داریوش برای خودش میشموره بن‌بسته، یعنی حتی اسام با اینکه عدد میده میگه من 9 پشتم سلطانه، اسامی که میده این اسامی 5 تا، پس معلومه خودش هم نمیدونه اون 4 تا دیگه کی هستن. ضمن اینکه این 5 تا با ستایی که کوروش میشموره با هم همخوانده میشن، ضمن اینکه کوروش وقتی به چشمش جده خودش میرسه دیگه کسی رو به نام حقامنش نمیشناسه. این داریوشه که نزدیک 15 سال پس از کوروش مدعی که نه قبل از چشمش کسی به نام حقامنش بنیانگذار سلسله ما هم بوده. پس میبینید که تمام اینا جای سوال به وجود میاره برای مورخ که اصل ماجرا چیه. اون وقت ما وارد یک فاز دیگه شدیم، بررسی این کتیبه های موجوده و به این وقت رسیدیم که در 2500 سال پیش یا قریب 2500 سال پیش سلسله هخامنشیان برای به اصطلاح جا انداختن هویت قلابی خودش در تاریخ به جعل سند پرداخته. امروز برای همه مورخین آگاه آشکاره که اون دوتا لوحهی که به نام آرشام و به نام آرشاوت که آریارمنه دو تا کتیبه طلایی هست که پیدا شده که اخیراً هم ظاهراً محفوظ شده، این دو تا کتیبه جعله و 300 سال یا 200 سال بعد از تاریخ اونها نوشته شده. یا اون نوشته هایی که در پازارگاد در دیوار هست به خط میخی که روش نوشته منم کوروش شاه حقامنشی جعله، چون در زمان کوروش اصلا خط میخی نبوده که کوروش باشه چیزی بر روی دیوار بنویسه. پس ما از طریق ورود به این اسناد به این نتیجه رسیدیم که هخامنشیان برای اثبات هویت خودشون در اون سالهای دور دست به جعل سند زدن. وقتی یه سلسله سند جعل میکنه پس اون خودش بهتر از همه میدونه که هویتش هویت آشکاری است. یکی از جعلیات اسناد به وسیله هخامنشیان برآوردن کتاب تواریخ هرودوت. من در کتابم تقریبا در حد نیاز اثبات کردم که هرودوت نه مورخه نه میتونه باشه و یه شخصیتی است که در یونان به آدمی که پول میگیره و تاریخ مینویسه معروفه و من اسنادش رو در همون کتاب آوردم. از هخامنشیان هم پول گرفته، اطلاعاتی رو که خودش هم میگه این اطلاعات یک عضو دربار اردشیر به من داده 100 سال بعد از داریوش، خودش میگه. اصلا من تعجب میکنم مگه اینا خونده نمیشه؟ پس جزء اسناد فراهم شده به وسیله هخامنشیان برای اثبات هویت خودشون، چون این هویت واقعی نبوده، برای جعل هویت دست به دامن جعل کتیبه سنگ نوشته و مورخ یونانی شدن. همین سه نکته ساده که من طرح کردم اگر به درستی دنبال میشه به نظرم دیگه مبحث رو میبنده که هخامنشیان نه هویت ایرانی داشتن نه سرزمینشون ایرانی. خیلی متشکرم آقای پورپیرال، لطف کردید که دعوت ما رو برای حضور در برنامه پذیرفتید. البته به جهت استقبالی که شما در بین مطالب از منتقدین خودتون در حقیقت نشون دادید که در خصوص رد نظریاتی که مخصوصا در مدخل کتاب اشاره به اونا کردید آمادگی گفتگو دارید و همینطور از اونجایی که در بخشی از گفتگوی ما با شما از نویسندگان و منتقدان محترم دیگری هم یاد شد، این برنامه آمادگی داره که در خصوص موارد مطرح شده در کتاب ترتیب برنامه های دیگری رو بده که با حضور اون منتقدین و شما که استقبال میکنید در حقیقت مطالب کتاب مورد نقد و بررسی قرار بگیره. مجددا از شما بابت حضورتون در برنامه سپاسگزاری میکنم و شما بینندگان محترم برنامه را هم تا برنامه بعد که در خدمتون باشیم به خدای بزرگ و توانا میسپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر شما بینندگان ارجمند شبکه چهارم سیما، در خدمت شما هستیم تا برنامه دیگری از مجموعه یک کتاب رو تقدیم حضورتون کنیم. این برنامه هم چون برنامه قبلی به بحث و بررسی و گفتگو پیرامون کتاب 12 قرن سکوت نوشته آقای ناصر پورپیرار اختصاص داره که به تعبیر نویسنده تأملی در بنیان تاریخ ایران به حساب میاد، از شما خواهش میکنم در این گفتگو همراه ما باشید. در خدمت جناب آقای ناصر پورپیرار نویسنده محترم کتاب 12 قرن سکوت هستیم. آقای پورپیرار، ضمن تشکر از شما بابت قبول دعوت مجدد ما برای حضور در برنامه، همچنان که مستحضری در برنامه گذشته در خصوص کتاب شما مواردی که در کتاب مطرح شده و برانگیختگی که در قشر کتابخوان، تاریخخوان و تاریخ نگاران انجام شده صحبتهایی شد. بخشی از مخاطبین کتاب شما که محقق تاریخ نیستن ولی به کتابهای تاریخ علاقه دارن، کتاب شما رو کتابی میدونه که جسورانه یک نظریه های جدیدی رو در خصوص تاریخ نگاری ایران و تاریخ ایران مطرح میکنه که البته انقدر این نظریه ها بدی هست که زیاد به ریشه های این انگیزه ها و اینها و منابعش هم پرسشگری نمیکنه. بخش دیگری از منتقدین کتاب شما کسایی هستن که شما در کتاب در حقیقت به اونها تاختید، به تاریخ نگاری اونها. اونها معتقدن که کتاب شما تأمل در تاریخ، در بنیان تاریخ ایران نیست، بلکه یک بدعتی در این تاریخ داره تصویر میکنه. مهمترین دلیلی هم که برای این اتهام میارن اینه که شما در یک کتاب و یک باره به نقد تاریخ ایران، تاریخ نگاری ایران و تاریخ نگاران ایران پرداختید. این مجموعه بحثی بود که در هفته گذشته داشتیم. بینندگان زیادی با برنامه تماس گرفتن و خواهان اون بودن که برنامه دیگری رو ترتیب بدیم که در خصوص این کتاب بیشتر بدانن. بر اساس همین ضرورت ما در خدمت شما هستیم. البته شما در برنامه قبل اشاره داشتید که، یعنی مدعی شدید که یک نظریه نوینی رو در تاریخ ایران که به عنوان اولین نظریه ملی و بومی در خصوص تاریخ کهن هست مطرح کردید و همونجا هم دعوت کردید که اگر کسی در رد به این مدعا به هر حال حرفی و گفته‌ای داره اعلام بکنه، که ما هم در برنامه گفتیم که آمادگی اینو داریم که نشستی در این خصوص ترتیب بدیم. در این برنامه به نکاتی خواهیم پرداخت که در برنامه گذشته به اون اشاره نشد. به عنوان اولین سوال من از شما خواهش میکنم در خصوص نقش جغرافیا در تاریخ و وضعیت جغرافی هخامنشیان قبل از مهاجرت و تهاجم به ایران نکاتی رو بفرمایید. با سلام به بینندگان عزیز و با سلام و خسته نباشید به شما و دوستانتون. در مورد نقش جغرافیا در تاریخ در همون برنامه گذشته تا حدودی گفتگو در گرفت. طبیعی است که اون گفتگو برای مسئله به این مهمی و به این وسعت گفتگوی کوتاه و کوچکی حساب میشه. نگاه من به تاریخ و جغرافیا و ارتباط این دو تا مقوله با هم به این ترتیبه که پیشنهادم اینه که برای اینکه ما به بنیان تاریخی هر جغرافیا توجه کنیم، باید به گهواره تاریخ برگردیم، نه به این روزگار تاریخ نگاه بکنیم. یعنی بایستی که یک گروه انسان را در شرایط سرمای سخت قطبی وارد قطب بکنیم و ببینیم که آیا اینها میتونن اموراتشون رو همون جوری بگذرونن که مثلا که گروهی که کنار رود رون در اروپا پیدا میشن، یا مثلا فرض کنید کنار دریای خزر ایران پیدا میشن. طبیعی است که خیر، اونجا یک مدیریت خاص خودش میطلبه ادامه حیات و بهره برداری از محیط، اینجا یک مدیریت خاص خودش رو میطلبه. بنابراین من اونجا گفتگوی آوردم و که در یک جمله خلاصه میشه که تاریخ از زمین میروید
و چون هر رستنی دیگر بومی اقلیم خیش است. یعنی چون نخستین بهره برداری های انسان از زمین بوده و امکاناتی که حیات جغرافیایی اطرافش در اختیارش میکشته، پس هر چقدر این حیات جغرافیایی دشوارتر باشه، مدیریت پیچیده تر، حتی سختگیرتر و عصبیتری رو میطلبه. اینه که شما میگید در جغرافیایی مثل واحه ها یک عصبیت قومی به اصطلاح ما وجود داره، ولی در جغرافیایی رام یک ملایمت، یک پذیرش و یک فرهنگ عام‌تر. من اونجا به خصوص به جغرافیایی واحه ها اشاره کردم، گفتم اینی که در جغرافیایی واحه ها در درون یک قبیله به هر بهانه آدم میکشن و ما اسمش اینو میذاریم توحش، این توحش نیست، این یک مدیریت منطبق بر اون شرایط جغرافیایی است. زیرا در اون شرایط شما یک مقدار کمی اندکی آب دارید که از طریق چاه یا یک چشمه کمجان به دست میاد که میتونه 5 تا درخت خرما، یک علفچر برای مثلا 50 تا بز و غیره رو تغذیه کنه. شما با این امکانات میتونید 20 نفر را زنده نگه دارید. طبیعی است که اگر بشه 21 نفر، مدیریت باید یه ترتیب بده که اون یک دهان اضافی حذف بشه. حذف این یک دهان اضافی دیکته شرایط جغرافیایی است به مدیریت زندگی واحه، نه از نادانی و خشونت و وحشیگری برخواسته باشه. این توضیح به نظر من و این توضیح کنارش که شما در یک سلسله از جغرافیای جهان به دلیل اینکه زمین اصولا قابل بهره برداری نیست، پس تاریخ هم ساخته نمیشه، همین دو تا اشاره کوچک کافی است که هر کسی که داره یه بینش ذهنی قوی هست و کنکاش در بنیان مسائل توجه داره به این نتیجه برسه که جغرافیا نقش عمده رو در مدیریت تاریخ. شما داش قطبای شمال و جنوب انسان وجود داره، در جنوب البته نه، در قطب شمال انسان وجود داره، ولی نمیتونه تاریخ بسازه چون یه روز زندگیش با 10,000 سالش برابره. یا در کنار شرایط مثل آمازون تاریخ ساخته نمیشه، انسان اونجا مقهور طبیعته و چون نمیتونه زمین رو مهار کنه و ازش بهره برداری کنه، پس تاریخ هم ساخته نمیشه. بله آقای پورتگاه، به هر حال اشاره یعنی نمیشه از این گذشت که تاریخ و جغرافیا همواره با هم تعامل داشتن و بر اساس همین تعامله که شما یک نواری در حقیقت برای دوره‌های مختلف تاریخی در کتاب اشاره کردید که اون رو منطبق کردید بر گستره جغرافیایی کره زمین به عنوان نوار تمدن، نوار تبخش و نوار تطابق. در خصوص نحوه در حقیقت ورود تیره‌های مختلف انسانی از این نوارها به مناطق بالاتر که میشه نوار تمدنی یا در حقیقت به مرحله های فروتر که میشه نوار تفحش، توضیحاتی بفرمایید. تمام اسناد زیستشناسی و انسانشناسی حکایت میکنه که هر کجایی که اینک همین اینک یعنی در قرن 21 در جهان یک شهر بزرگ وجود داره، یک حیات بومی از لااقل 5 میلیون سال پیش به این سو میشه پیدا کرد. یعنی مراکز تجمع انسانی به امروز موکول نیست، این مراکز تجمع انسانی تا دیر هنگام آثارش باقی است. شما در پاریس و حوالی پاریس میتونید نشانه های زندگی انسان نئاندرتال رو پیدا کنید، در ری هم میتونید همین کار رو بکنید، مثلا در بین النهرین هم کنار رود فرات و دجله میتونید همین کار رو بکنید. تمام شهرهای بزرگ آثاری از حضور انسانهای بسیار کهن هم درش هست. پس رشد تمدن در این مناطق صرفا میتونه بومی باشه، هیچ نیازی نداره که از جای دیگه یه نیروی حرکت کنه و در اثر مهاجرت همراه خودش تمدن بیاره، زیرا امکانات مادی شرایط بومی اون انسانها اجازه رشد به خودشون میداده، دلیلی نداره که این تمدن از جای دیگه وارد شه. نوار تمدنی که ما اونجا ترسیم کردیم که این ترسیم نوار تمدن برای نخستین بار در جهان انجام میشه، حکایت از این داره که تمام تمدنهایی که ما میشناسیم از دوران کهن به این سو، از 5000 سال پیش به این سو، در این نوار زیستن و حرکت کردن.
و رشدشون قائم به ذات خودشون بوده. هیچ تمدن کهن شما نمیتونید پیدا کنید که در این نوار نبوده باشه یا بیرون از این نوار تشکیل شده باشه. به نظر من این به اندازه کافی خودش رساست. در این حال ما یه نواری میبینیم از تجمع انسانی در بالاتر از عرض 40 درجه شمالی. همه حرکت های این تجمع انسانی از این نوار به جنوب با توحش، خشونت و بی‌تمدنی اتفاقا همراه بوده. یعنی شما از وایکینگ ها تا مغول ها تا هون ها تا همین هخامنشیان تمام نیروهایی رو که از شمال حرکت کردن به داخل این نوار تمدن، آثار تاریخی که از خودشون به جا گذاشتن جز خشونت و خونریزی و تخریب نبوده. چطور میشه در این پروسه به این طبیعی و قابل فهم ناگهان مدعیشیم که یک قومی از همین نوار تبخش حرکت کرده و اومده برای ایران و هند و اروپا تمدن آورده؟ اگر اونها در اون نقطه‌ای که خودشون بودن تمدن داشتن، چنان تمدنی که میتونستن در جهان پخش کنن، اصلا برای چه حرکت کردن؟ خب همونجور اون اقلیم میتونسته تا ابد اونها را سرپا نگه داره. ضمن اینه که ما هیچ آثار مادی از این تمدن ظاهراً آریایی نام در جهان پیدا نمی کنیم، ضمن اینکه هیچ اشتراک نظری در این تمرکز آریایی وجود نداره. این تمرکز آریایی را از قطب، از حوالی قطب شمال محلش رو تعیین کردن تا میانه آفریقا. پس وقتی ما هیچ نظریه منظمی درباره یک چیزی نداریم، هیچ نشانه مادی نداریم، گفتگو دربارش تقریبا نوعی لجبازی میشه. آقای پورپیرا، برگردیم به بحث انتقاد از کتاب شما. شما در برنامه گذشته اشاره داشتید که برخلاف تصور منتقدین شما نیومدید که ریشه تاریخ کهن ایران رو بزنید، بلکه اومدید که دریچه نوعی به اصطلاح در این زمینه بکشایید و گله کردید از مورخین کشورمون که به جای توجه و تأمل در حقیقت نکاتی که در خصوص تاریخ کهن ایران موجوده در اسناد، به هر حال صرفاً به محصولی که تاریخ نگارهای غربی عمدتاً در حقیقت در این زمینه پرورش دادن اتکا کردن و مثلا اشاره کردید به گفته لوی واندنبرگ که میگه اگر دورانهای مختلف تمدن ایرانی را در نظر از نظر بگذارانیم، در اهمیت تمدن پیش از تاریخ این سرزمین در حیرت فرو می‌رویم. و خودتون هم مواردی رو ذکر کردید در بین النهرین و منطقه ایران که در حیرت در هزاران سال پیش از در خصوص قوانین مدنی انقدر پیشرفته و در حقیقت ایران جلودار تمدن اون هنگام بوده که مثلا در بند 131 یکی از قوانین در خصوص برابری زن و مرد در زندگانی مشترک در قبال تعهدات خانواده اونجا اشاره کرده. در خصوص این تمدن کهن ایران قبل از هخامنشیان، اگر نمونه ها و الگوهایی هست که به صورت مستند بینندگان علاقه من و مورخین میتونن مراجعه بکنن ذکر بفرمایید ممنون میشم. من با در شما اجازه میگیرم که این بخش رو که بخش مهمی است و یک نقش اساسی در گفتگوی این کتاب بازی میکنه کمی بیشتر فرصت بدید و که من بیشتر گسترشش بدم. اشتباه که من این قبلا این مطلب رو نوشتم ولی حالا یه توضیح میدم که کاملا قابل لمس و قابل درک و قابل بهره برداری بشه. شما در تخت جمشید یک صحنه دارید به نام صحنه باران. در این صحنه داریوش بر روی صندلی نشسته، جلوش رئیس وزیر دربارشه، پشت سرش ولیعهدشه، در اطرافش نجبا و استلاد اشراف هخامنشی هستن و پشت سرش هم نظامیانش هستن. به سمت راست این بارگاهه، سمت چپ این بارگاه قریب 30 ملت ایستادن و منتظرن که به حضور داریوش بار بیاد. همراه این 30 ملت دستمایه های فنی، فرهنگی، هنری از انواع و اقسام ساخته ها دیده میشه. این ملت ها یک لباس ملی دارن، این ملت ها اسلحه های خاص خودشون رو همراه خودشون دارن و جالبه بدونید که این ملت ها اسامیشون همین اسامی است که ما امروز میشناسیم، مثلا کرمانی است،
مثلا مکرانی است، مثلا خوزی است، مثلا هیرکانی است، مثلا مادی است. این ملت ها هنوز هم در این سرزمین با همین اسامی حضور دارن. در واقع اون ملت هایی که در مقابل داریوش ایستادن اقوام و ملت های بومی این سرزمین پیش از داریوش هستند که اینک مقهور داریوش شدن، که قبل از داریوش به شکل آزاد در کنار هم زندگی میکردن و روابط اقتصادی حتی سیاسی و فرهنگی در نقوش مشترک هنری ایران کاملا پی گرفتنی است. دستمایه های همراه این ملت ها نشون میده که به دست آوردن چنان رشدی مستلزم یک حضور دراز مدت در تاریخه. اون کوزه پر از نگاره های هنرمندانه که از طلا و نقره ساخته شده، یا اون کاسه های نقره‌ای با اون، یا اون پارچه های بافته شده، هر چیز دیگه، یا اون اسلحه هایی که به کمر ایناست که یک شبه به دست نمیاد، که این خودش نشانه این که یک حضور کهن تاریخی این اقوام بومی اینک مغلوب داریوش شده در این سرزمین داشتن. درست میکنیم. اما خود این آقای داریوش که روی اون صندلی نشسته 15 ساله که در تاریخ ما پیدا شده. پیش از 15 سال نه از خودش و نه از عشیرش و نه از عقبش ما هیچ نشانه اینو میتونه پیدا کنیم. خب به ما اینجوری تلقین کردن، به ما اینجوری دیکته کردن، خاورشناسان برای ما اینجوری کتاب نوشتن که ما فرزندان اون داریوشیم، نه فرزندان اون سی ملتی که از چند هزار قبل از داریوش در این سرزمین حضور داشتن و دستمایه هاشون از تمدن اونا حکایت میکنه. ما در این سرزمین شاید بتوانیم نشانه 8 تمدن برجسته رو بیاریم که در مقطع 2500 سال پیش در مقطع ظهور هخامنشیان در این سرزمین قتل عام شدن، یعنی به عنوان یک ملت ریشه‌کن شدن از تاریخ. نمونه بسیار برجسته‌اش مارلیکان. شما میدونی که آقای دکتر نگهبان که یکی از ذخیره های باستانشناسی ایران هستن و من همینجا خودم موظف میدونم که نهایت احترام خودم بهشون عرض کنم، ایشون در دهه 4 1342 یا 3 رأساً و بدون اجازه دولت یک تپه رو در جنوب رشت شکافت. تمدن خیره کننده ای از درون این تپه بیرون اومد که هنوز سوال جهانه که اینجا کی چه قومی زندگی میکرده که این دستمایه ها رو از خودش به جا گذاشته. باور کنید که متاسفانه توی این مملکت هرچی کلنگ زده میشه، در شوش، در پاسارگاد، در تخت جمشید، در همدانه، هرگز به فکر پیدا کردن پیشینه اقوام بومی این سرزمین، محل فرهنگیشون، رشد هنری، نوع ساختمانهاشون، نوع آبیاری، هیچ کس به دنبال اونا نیست. همه به دنبال افتخارات هخامنشیان میگردن. پس اینجا یه توطئه وجود داره. وگرنه ما وقتی قضیه رو دنبال میکنیم میبینیم همین قوم مارلی با این حد از پیشرفت و تمدن و توانایی در 2500 سال پیش نابود شدن و هیچ نشانه ازشون. من باز یه نشانه نزدیکتر میدم که هر کی دلش میخواد بره به دنبال این قضیه، و اون اینه که مثلا فرض کنید یه موزه اخیراً توی خرم‌آباد باز کردن، یه اندازه دیدنیه برای اینکه نمونه هایی که اونجا هست معرفی نشده است. من اینجور که شنیدم اونجا هنگام بازدید میگفتن که اینها رو بیشتر از قاچاقچی ها جمع آوری کردن و اونجا چیدن و تقریبا هیچ تصویری ازشون در جهان نیست و هیچ معرفی ازشون وجود ندارد. شما اونجا میرید میبینید از 6000 سال پیش آثار هنری ایرانیان به خصوص مردم لور بر روی سنگ، بر روی نقره، بر روی طلا، بر روی به اصطلاح سنگ های قیمتی اونجا هست تا 2500 سال. 2500 سال پیش این رشد متوقفه. دیگه شما هیچ نمونه ای از دستاوردهای صنعتی و فنی و هنری مردم لرستان ندارید تا پس از اسلام. این 1200 سال یک نمونه نداره. پس ببینید به ما هجوم آورده شده، نه این که تمدن آورده شده باشه. این بس البته احتیاج داره به مقدار زیادی گسترش بیشتر،
ولی من به هر حال اون چیزش که میتونستم در این کتاب به شکل مدخل عرضه کردم. آقای پورپیرار، شاید البته بتونیم نظریه شما رو به عنوان یک نظریه ناتمام فرض بکنیم که دری در حقیقت شما در این زمینه گشودید، کما اینکه در نتیجه گیری بخش اول کتاب شما زمینی که اشاره میکنید که قوم پارسه با مزدوری و شمشیرزنی در هزاره اول پیش از میلاد در حاشیه دریای ارومیه مستقر شدند و بعد به پناهندگی مادها در اومدن و باز به خدمتگذاری ایلامیان رفتن، در اونجا ضمن تأکید بر اینکه سند ملی کهنی در این زمینه وجود نداره، خود شما یک سوالی رو در فراز آخر بخش اول مطرح کردید که به نظرم اگر تو همین قسمت از برنامه به همون سوال خودتون جواب بدید یه مقدار بینندگان محترم برنامه رو اغنا بکنه. شما نوشتید چگونه ممکن است از میان قوم و قبیله ناشناخته که هیچ پیوند اقلیمی، نشانه مادی و ذخیره عقلی و فرهنگی برای آنان نمی‌شناسیم، ناگهان سرکرده‌ای به نام کوروش ظهور کند و در زمانی بس کوتاه از هیچ به بنیانگذار یک امپراتوری مسلط بر شرق میانه بدل شود که پیش از او سرشار از ثروت، قدرت و حیات دیرین امپراتوری‌های کهن بوده است؟ یعنی به هر حال آیا میشه که قومی که واقعا پیشینه نداشته و از جهت آحاد جمعیتی و اینها به اصطلاح خیلی فقیر و حقیر و اینها بوده، بیاد بر یک قوم بسیار کهن و ریشه داری قدرت استیلا پیدا بکنه؟ سوال تاریخ اینه که چگونه این قضیه میسر شده. حقیقت اینه که من اون چیزی که قبل از بخش آخر کتابم تحت عنوان چاره اندیشی یهود آوردم، در بررسی نظریات دیگران آوردم. یعنی گفتم این آقایون میگن که این قوم پارسه از کنار دریای ارومیه شروع کرده، همینجور راه خودشو باز کرده تا اومده رسیده به به اصطلاح پارسه کنونی. خود این نشون میده پس اینا بومی نبودن. حتی اگه نظر خاورشناسان و ایران شناسا و تاریخ نویسان به اصطلاح خارج از این سرزمین برای خودمون بپذیریم، این نشون میده که اینا استقرار بومی نداشتن و یه جایی اومدن و چون از در ارومیه پیدا میشن پس باید از شمال اومده باشن. من اینا رو در نقد این قضایا نوشتم، اما سوال اصلی اینه که اینا کیان، از کجا پیداشون شده و چنین قدرت توانایی رو از کجا به دست آوردن هنگامی که حتی یه سرزمینی ندارن که بتونن توش کشت و زرع داشته باشن یا مثلا مالیات بگیرن یا خرید و فروش کنن. او چیزی که من در بخش آخر کتاب خودم طرح کردم عبارت از این است که وقتی بخت و نصر تمدن یهود رو پراکنده میکنه و اونجور که در تواریخ اومده 50,000 از خردمندان صنعتگران و ثروتمندان یهود رو به بابل میبره و ثروتهای یهود رو به بابل میبره، ظروف طلا و نقره‌ای که حتی تعدادش رو تورات شمرده و اسپرده، بقیه مردم عادی رو هم در مشرق زمین پراکنده میکنه که عمدتاً در ایران مستقر میشن، بخششون در قفقاز مستقر میشن، بخششون در افغانستان و خراسان بزرگ که این نقشه داره و من در کتاب نقشش رو. طبیعی است که یهود خوب میدونه که تا زمانی که این قدرت‌های بزرگ در بین النهرین استوارن، تا زمانی که آشور و بابل برقراره، هرگز نخواهد توانست به سرزمین خودش باز کرده، هرگز نخواهد تونست که اون معابد اورشلیم را دو مرتبه بازسازی کنه. بنابراین یهود برای امهای تمدن‌های بین النهرین وارد توطئه میشه. این آشکارترین توطئه یهود، شاید نخستین توطئه یهود در تاریخ شرق میانه است. من بعداً در کتاب سوم که الان در اختیار وزارت ارشاده، این قومی رو که کوروش از میان اونها برخواسته محل جغرافیاییشون رو معرفی کردم، دلایل خودم رو آوردم که این قبیله‌ای که اینک هم برای تاریخ شناخته شده است، خصوصیاتی که از خودش در تاریخ بروز میده، نقشی که بعدها در تاریخ به سود یهود بازی میکنه، این میتونه خاستگاه نخستین قوم هخامنشی باشه. من در همین کتاب سوم در نقشه استقرار این قوم خط سیرشون رو به بابل ترسیم کردم، از شمال از پشت کوههای قفقاز به بابل.
این خط سیر دقیقا همون خط سیر است که تاریخ قید میکنه، یعنی از لیدی میگذره، از رود فرات میگذره، به بابل وارد میشه. اگر ما کورش رو بخواهیم که از پارس حرکت بدیم به سمت بابل یا از پازارگاد حرکت بدیم به سمت بابل، ابتدا لازم است که بدون هیچ دلیلی رو بفرستیم به لیدی، بعد از اونجا سرازیرش کنیم به بابل. یعنی یک مسیر کوتاه کمتر از 300 کیلومتر رو تبدیل کنیم به یک مسیر دراز 1500 کیلومتری که هیچ منطقی نظامی هم حتی نداره. ولی مسیری که من ترسیم کردم برای حرکت قوم کوروش به بابل مسیر بسیار بسیار روشن و آشکار و اقناعی است. به این ترتیب یهود برای امها ابتدا، برای امها تمدن بابل، قومی رو در استپ‌های میانه روسیه اجیر میکنه، تجهیز میکنه و بهش امکانات میده برای حمله به بابل و تخریب بابل و آزاد کردن اسیرانش در بابل و ثروتش در بابل. من چند تا فراز از تورات رو برای شما میخونم، شما ببینید که این چقدر گویاست. بعد مخورده گفته دومشون میگه بابل ویران خواهد شد، بت مردوک و سایر بت‌های بابل سرفکنده و رسوا خواهد، زیرا قومی از شمال بر بابل هجوم خواهد آورد. و آن حال من و آن را ویران خواهد کرد. باز من یه نقل دیگه از یه بخش دیگه از تورات میارم. ولی حال ای قوم من، از بابل فرار کنید، از آنجا بیرون بیایید تا بقیه هم به دنبال شما بیرون بیایند. منظورش اون یهودیان آزادی است که در بابل زندگی میکردن. تورات بهشون توجه میده که بابل رو تخلیه کنید، بعد توضیح میده زیرا من، یهوه خدای یهود میگه، میگه زیرا من لشکر بزرگی از قومهای نیرومند شمال را برخواهم انگیخت تا بر بابل هجوم آورند و نابودش کنند. باز یه جای دیگه میگه بنگرید سپاهی بزرگ از طرف شمال میآید، پادشاهان بسیار از سرزمینهای مختلف برای جنگ مهیا می شوند، آنها سلاح های خود را برداشتند و برای کشتار آمادند، ایشان سنگ دلند و به کسی رحم نمی کنند. این نشانه ها کاملا و آشکارا می گن که خدای یهود در تورات به اصطلاح اسیران یهود در بابل دلداری می ده که با یک قومی مذاکره شده که این قوم وحشی هن، به کسی رحم نمی کنن و در موارد دیگه حتی تصاویر بسیار بسیار خشنتر از اینا، و امید میده که اینها در راه هم و میان که بابل را خراب کنن. بعد خود تورات میگه ناب سرکرده اینا کوروشه. بله، شما در کتاب به این تناقضی که به نظر من احساس هم اینه که اشاره دارید که در خصوص کوروش تورات دچار یک تناقضه. در بخشی از کتاب اینجوری نوشتید: باور تجلیلی که تورات از کوروش میکند و او را چون انبیای یهود طرف خطاب خدا قرار میدهد، برای گروهی از مورخین مشکل بزرگی ایجاد کرده است. آنها اگر ادعای تورات را در معرفی کوروش به عنوان پیک و رسول برگزیده یهود بپذیرند، آنگاه ادعای دیگر آنها که کوروش را مبلغ دین زرتشت میدانند باطل میشود، و اگر نپذیرن دیگر معلوم نیست چرا باید کوروش را بنیانگذار حقوق بشر بدانیم. ابهامات در این مسئله فوق العاده زیاده. ما میخواییم بگیم که چه دلیلی داره که تورات خودشو پشتیبان کوروش برای تخریب بابل معرفی میکنه، و چرا این مسیر رو تورات از شمال به بابل ترسیم میکنه، و چرا اینقدر دقیق نام کوروش رو میاره. تنها سندی که تا 100 سال پیش ما در تاریخ بشری داریم که نام کوروش درش اومده، یا کهن‌ترین سندی که ما در 100 سال پیش داریم، توراته که با دقت نام خشایارشا رو میاره، نام کوروش رو میاره و نام داروش. او میگه من کوروش را حمایت کردم و امکانات بهش دادم به این قصد که از شمال حرکت کنه، بابل را خراب کنه و اسیران ثروت منو آزاد کنه تا برن معبد منو دو مرتبه بسازن. ما در تاریخ یه بابل به یه کوروش بیشتر نداریم. اگر این کوروش همون نیست که یهوه خدای یهود فرستاده، پس شما اون کوروشی رو که از پارس میفرستید کجاست؟ او باید بره یه بابل دیگر رو خراب کنه. پس ما نه دوتا بابل داریم نه دوتا کوروش، یه کوروش داریم که خدای یهود از شمال
میفرسته بابل رو خراب میکنه. خب حاصل این خرابی هم به خوبی به ما دیکته میکنه که این مأموریت مأموریت یهودی است، زیرا کوروش به محض استقرار در بابل دستور میده تمام ثروت‌های یهود، تمام اسیران یهود آزاد بشن، دستور میده از مالیات سرزمین‌های دیگه بهشون کمک بشه و حکم میکنه که اینها باید برگردن به اورشلیم و معبد رو بازسازی بکنه، خانه خدا رو بازسازی. خب نتیجه این قضیه دیگه منظم میشه به دلایل قبلی که پس کوروش به قصد آزاد کردن قوم یهود وارد بابل شده. اگر قوم یهود از کوروش تجلیل میکنه به عنوان آزادی بخش، خب او حق داره، برای که کوروش کاملا به سود او عمل کرده در تاریخ. ولی ما نمیدونیم چرا باید سایر ملل مغلوب نابود شده، یعنی شما تمدن بابل پس از حضور کوروش در بابل برای ابد یک تمدن 5000 ساله به خاکستر تبدیل میشه. من نمیتونم فکر کنم که هرچند کوروش برای یهودیا به عنوان یه نعمت الهی و یه ترحم الهی عمل کرده، ولی نمیتونم بگم که برای بابلیایی که شهرشون و معابدشون و ثروتشون و مزرعه‌هاشون هم خاکستر شده، برای او هم همون نقش بازی کرده. اما در تاریخ نویسی معاصر اشارات تورات به کوروش و داریوش و ابداً شناخته شده نبوده، ولی هیچ کس نمیدونسته که منظور تورات از کوروش کیه. هیچ وقت تا این سنگ نوشته ها خوانده شد، این دل نوشته کوروش در بابل خوانده شد، آنگاه جهان متوجه شد که بله، اون کوروشی که در تورات آمده و تورات ازش تجلیل میکنه همین کوروشی است که به عنوان هخامنشی ما اینجا میشناسیم یا در بابل به عنوان فاتح بابل میشناسیم و اون گل نوشته از خودش به جای گذاشته. خب نخستین کسانی که به داد این کشفیات رسیدن مورخین یهودن، اشپولر، دارمستتر و گریشمن در رأسشون. خب اینها میخوان این کوروش بازیافته شده پس از 2400 سال به تاریخ معرفی کنن. خب مجبورن که چهره ای از کوروش بسازن، چون خودشون یهودین، که با چهره کوروش در تورات تناقض نداشته باشه. چون اگه چهره واقعی کوروش رو از زبان ملل مغلوب بین النهرین یا ملل مغلوب ایرانی بیان بکنن، وقت کوروش یه ستمگر میشه. پس اومدن تاریخ را بر مبنای تورات برای ما نوشتن، نه بر مبنای رخداد منطقی. آقای پورپیران، شما در حقیقت اشاره دارید که نوعی تسلط بر تاریخ نگاری از سوی مورخین یهود زمینه اون توطئه‌ای رو که در حقیقت اونها میخوان که در حتی فراتر از مرزهای ایران و بین النهرین ایفا بکنن در حقیقت مهیا کرده. در هفتمین بند از نتیجه گیری بخش آخر کتاب شما مینویسید هرچند تاریخ نویسان عمده‌ای که کثرت در آنها با یهودیان است کوشیدند تا ظهور قدرتمند این قوم در ایران و بین النهرین را با عنوان جعلی امپراتوری ایران مزین کنند، اما این توطئه و تهمتی است که در دوران اخیر برای ایجاد شکاف بین ایرانیان و مردم بین النهرین که اینک به غلط تمامی آنها را عرب می‌خوانیم به دست صهیونیست تدارک دیده شده است. مقصد نهایی انحراف اذهان از مشترکات وسیعی است که شرق میانه را به هم پیوند می‌دهد. در خصوص این روی کردی که در حقیقت اون تسلط بر تاریخ نگاری و این توطئه در اجرای یک فرایند تاریخی برای ایجاد شکاف در مردمی که در حاشیه بین النهرین زیست می‌کردند از جانب قوم یهود اشاره بفرمایید. طبیعی است که پیدایش کوروش در منطقه با تجدید حیات قوم یهود برابره. پس قوم یهود تنها قومی است که از حضور کوروش و هخامنشیان در منطقه سود میبره، به طوری که شما دربار هخامنشیان را سراسر پر از یهودی میبینید، از ملکه یهود تا نخست وزیر یهود.
جالبه که شما الان در سرزمینی زندگی میکنید که لااقل و تا اینجا که میشناسیم قبر چهار ربی بزرگ یا نبی یهود در این سرزمین هست، از دانیال و اسفر و مردهای در دانیال در شوش و اسفر مردها تا همدان تا اون دکان داوود در سر پل زهاب که به یکی از ربی های یهود معتاد و این سرزمین پر است از مسجد سلیمان و بارگاه سلیمان و نشیمنگاه سلیمان و انبا و اقصا. حتی ما شهر گرگان رو به نام شهر استراباد میشناسیم که اسم ملکه یهود داریوشه. و من معتقدم که بسیاری از بناهایی که اینک به عنوان بنای تاریخی میشناسیم در این سرزمین که بازشناختش خیلی ساده است به خاطر تشابه‌های معماریش، متعلق به به اصطلاح ربی ها و گزیدگان قوم یهوده. تا خوب این گفتگوی این کتاب است. خب ما میخواییم بگیم که از همان زمان که کوروش در شرق میانه پیداش میشه، شرق میانه به تاریکی، به سکوت و به عقب افتادگی محکومه تا همین امروز. البته من در کتاب دوم سوم این ماجرا رو دنبال کردم، اما خلاصش اینه که میگوییم که ایران در فاصله پیدایش کوروش تا طلوع اسلام به جهان نه یک سطر کتاب معرفی کرده، نه یک شخصیت گزیده در هیچ عرصه از حکمت باستان. ما در طول این 1200 سال، این 12 قرن سکوت، این سکوته که ما در این 1200 سال نه یک خطیب داریم، نه یک پزشک داریم، نه یک ریاضیدان داریم، نه یک آسترونومیست داریم، یعنی یک منجم داریم. هیچ نوع انسانی که بتواند بر گنجینه فرهنگ بشری به نام ایرانیان چیزی افزوده باشه نمیتونیم معرفی کنیم، مگر چند نام افسانه‌ای مثل بوزرجمهر که به درد بچه ها میخوره و نمیتوانیم مثلا این قضایی رو اثبات بکنیم. در این حال ما هیچ کتابی رو نمیتونیم به تاریخ معرفی کنیم. اما پس از طلوع اسلام ملت‌های ایران در فاصله کمتر از 400 سال ده‌ها شخصیت برجسته به حکمت جهان معرفی می‌کنند. ما آنگاه پس از اسلام نه فقط سردار و خردمند و حکیم داریم، بل فیلسوف داریم، ریاضیدان داریم، شیمیست داریم، پزشکان عالی مرتبه داریم، تا همه اسامیش رو می‌دونیم. دقت می‌کنید چطور ممکنه ملت‌های ایرانی که در فاصله کوتاه 400 سال می‌توانند این همه انسان متفکر به جهان ارائه بدن، در 1200 سال از ارائه یکی از اونها هم عاجزند؟ مضاف بر این که شما در این 1200 سال نه دین ملی داری، نه خط ملی داری، نه زبان ملی داری. من در کتاب دوم البته بررسی کردم، شما مثلا فرض کنید در اسناد پیش از کوروش، مثلا در شوش که میگردید، مردم حضور دارن در هستی، یعنی قباله پیدا میکنید، نامه پیدا میکنید، یه مردی برای دخترش هدیه به مناسبت روز تولد خریده، آثار اینها هست، زندگی عمومی در جریانه، فرهنگ عمومی در جریان. اما از پس از حضور کوروش تا پایان ساسانیان یه سند که به زندگی عمومی مردم اشاره کنه یک دونه شما ندارید که به زندگی عمومی در یکی از مردم این سرزمین هم حرفی زده باشه در مورد خودش. فقط اسناد درباری و متعلق به سه سلسله هخامنشی و اشکاری و ساسانی و سلوکی پیدا میشه. پس من معتقدم که در این دوران دراز حیات و هویت ملی ما در سکوت مطلق به سر میبره. یعنی برای فهم این قضیه کافیست به هنر این 1200 سال رجوع کنیم. دستمایه های هنری ملت های مغلوب ایرانی در آغاز هخامنشیان که نمونه های فراوانی ازش هست و در معماری ما تخت جمشید رو داریم، مرتبا در طی قرون افول میکنه. یعنی سکه های ساسانیان از پست‌ترین سکه های جهانه، ظروف فلزی ساسانیان از نظر ارزش هنری قابل قیاس با ظروف فلزی هخامنشیان نیست. پس از هزار سال به جای رشد ما سنگ‌نگاره های ساسانی حتی در انتخاب ماتریال هم از هیچ خرد و دانش و توانایی برخوردار نیست. آقای پورفیروار، با توجه به اینکه وقت برنامه در انتهای خودش قرار داره، من خواهش میکنم از شما با توجه به اینکه در نتیجه گیری کتاب شما اشاره کردید که این توطئه یک جریان شناوری در طول تاریخ بوده که همین الان هم رگه هایی از اون در
منطقه خاورمیانه و منازعات منطقه و اینها به هر حال داریم میبینیم. شما اشاره کردید به اینکه صهیونیسم میکوشد که شکاف بین ایرانیان و عرب را عمیق‌تر کند تا ایرانیان عرب را که گویی تمدن و شاهنشاهی ما را نابود کردند موجب عقب افتادگی تاریخی خود بدانند. یعنی در حقیقت انحراف ذهن مردم منطقه. و در جای دیگه اشاره میکنید که آنچه در خاورمیانه کنونی میگذرد از نظر تاریخی دنباله ستیز کهن یهود با تمدن‌های بین النهرین است. من از شما خواهش کنم با توجه به وقت کوتاه برنامه در این خصوص در حقیقت وضعیت ملی ما و فراتر از اون وضعیت فراملی و منطقه‌ای ما در محدوده بین النهرین بر این خصوص و مواجهه با توطئه‌های یهود اشاره بفرمایید. بله ببخشید، یهود در این مسئله مربوط به تاریخ ایران در دو نقطه واقعا توطئه به کار برده. یکی در ظهور هخامنشیانه که میگه این آغاز تمدن شماست و سعی میکنه از این دوران پیش از ظهور اسلام یک چیز موهوم به عنوان نهایت قدرت، نهایت تمدن، نهایت دانش، نهایت ثروت، نهایت زیبایی، عظمت، هر چی دلشون میخواد به این 1200 سال میبنده که ما هیچ نشانه ای از هیچ کدومش نداریم. خیلی لطف کردیم که دعوت ما رو پذیرفتیم. این برنامه آمادگی اون رو داره که منتقدین محترمی که نسبت به کتاب ها و نوشته های پورپیرار مطالبی رو دارن اعلام آمادگی بفرمایند. در این خصوص روابط عمومی شبکه چهارم صدا و سیما و برنامه یک کتاب آمادگی اون رو داره که نشست های ویژه‌ای رو ترتیب بده که در خصوص این مطالب بحث و بررسی بشه. از حوصله‌ای که شما بینندگان ارجمند در دیدن برنامه ما و همراهی ما به خرج دادید سپاسگزاریم و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.